جناب احمد، اسم موقف رسمی جنبش در این مورد چیست؟ شما بگین که حکومت عملیات کرد و حالی آدم گم است، یعنی مسئولیتش به دوش حکومت است. امیتون است، یعنی شما هیچ اطلاع نداریم که آدم واقعا نیست. حکومت خو میگه که دو محل و محل تصفیه شده و کسی نیست اونجا. موقف شما چیست؟ خواسته شما چیست از حکومت و چی باید شود؟ تشکر. واقعا هر فرد مملکت ما که امروز تلفات میبینن ایزای بزرگ و جبران ناپذیر است. نه تنها سرباز ما، نه تنها بزرگان ما، بلکه هر شهروند عادی مملکت باید مسئولیت داشته باشد. بله. چیزی که دردآور است اینجا، وقتی که ما جرگه داریم در افغانستان، میخواییم هر موزله را از جرگه حل بکنیم. چیزی که دردآور است نمایندگی از جنرال دوستم معاون صاحب اول کشور، جناب فرامند صاحب، در پیش والی صاحب بلخ و قماندان قلوردو می نشینند و میگن که ما این موضوع را قبل از کشتار، قبل از حملات ما حل می کنیم. بگذارید اگر مجرم است به دست قانون بسپاریم، اگر مجرم نیست ما و شما به یک موضوع حل برسیم. هر فرد مملکت افغانستان حق دارد از مسئولیت در افغانستان مسئولیت داشته باشه. واقعا امروز شرایط بحرانی رو ببینید در افغانستان، ما و شما همین بی‌عدالتی ها سرمنشه چی است؟ ناامنی به وجود آمده. همین ناامنی است که نوجوانان ما و شما، جوانان و نوجوانان ما و شما مکتب و پوهنتون یلا میکنن به کشورهای خارجی آواره میشن. ما و شما مشاهده میکنیم مهاجرت های غیر قانونی رو ببینین با چه قدر توهین تحقیر اینا روبرو میشن. جنبش کوشش کرد که جرگه کنه، گفتگو کنه، کتی والی و این مسئله را بدون جنگ حل بسازه. بله. لیکن حکومت اصرار داشت که ما به زور میریم گرفتار میکنیم. بله. والی صاحب اعتنا به آیت که به اونجا رفته بودن، سفر کردن از کابل به اونجا رفتن، حتی وکیل صاحب حشمت الله آرمان، وکیل صاحب پارلمان در اونجا حاضر بودند و چندین وکلای شورای ولایتی فاریاب ها حضور داشتند، اما جواب رد دادند، به اونا اعتنا نکردند. اگر همچنین چنین جرگه که می داشتن قبول میکردن، میتونستن با یک فضای مملو از صمیمیت، اعتماد، هماهنگی کنند، بتونن تا این بیشتر از ده نفر عزیزان ما شهید نشن، تلف نشن. قیصری چی حراس داشت که تسلیم نمیشد؟ میامد حاضر میشد مثلا؟ یعنی از چی حراس داره؟ از بیعدالتی؟ از چی؟ یعنی چرا خود قیصری حاضر نشد که بیه با حکومت؟ ببینین، اگر حکومت میخواست، به تعبیر ما، اگر حکومت میخواست قیصری را دستگیر بکنه، بله، اولین کار میکرد که یک جلب میداد، یک بار دو بار بر رسانه ها اعلان میکرد که جناب قیصری شما متهم به چنین زورگویی و غصب زمین هستید، چنین شما جنایت، شما مجرم هستید، محکوم هستید. اینا نه جلب دادن، نه جرگه ای که از طرف معاون صاحب اول تیم که رفتن اونا رو قبول نکردن، بلکه همون ساعتی که اینا با والی صاحب محترم نشستن، اینا چی کردن؟ کماندارا اعزام کردن و خود تندیری در رسانه ها، خانه هایی که در همونجا بودن، خانه نظام الدین قیصری و در پهلو حدوداً 20 خانواده دیگه همه متضرر شدن و امروز 25 نفر دیگر بیگناه زندانی شده است. بیش از 7-8 نفر محصلایی که دیدن قیصری رفته بودن اونا رو بندی کردن، امنیت ملی بردن. ببینید امروز این دردی است که ما و شما میکشیم، میچشیم. اگر یک اعضای بدن ما درد بکنه، تمام بدن متاثر و دردناک میکنه. ما او را قبول میکنیم. کسی که مجرم است باید به جایزایش برسه، نه تنها قیصری بلکه هر کسی. نمیدونم چرا تو میگید زمانی که ممکن بود که بدون خشونتی مسئله حل شود، چرا اصرار داشت حکومت که حتما به زور گرفتار میکنه؟ در اینجا گپای دیگه هم زده شد که مثلا در بلخ کسای دیگه آوازای وجود داره که استاد عطا محمد نور و یا غیره معاملی صورت گرفته و واقعان عزیزتن که باید قیصری دیگه از صحنه برداشته شده. طبعا خالی از معاملی سیاسی نیست. نه، حتی گمان موقف شما چیست؟ طبعا خالی از معاملی سیاسی نیست. بروز روشن قالین فروشی، صرافی و حتی طلا فروشی رو میزنن.
خانهش محکمه امر دستگیریش میتن محکمه بلخ بعد از یک ساعت سوی تفاهم میگن هزاران جریب زمینی که در بلخ ما و شما مشاهده میکنیم امروز غصب شده زورگویا تنها از طرف کی؟ این کار از طرف هم معلوم است میتونین در رسانه ها در کلن گوگل اینا سرچ بکنین صفحه های مجازی مردم به داد رسیدن اینا معمول است ما امروز تنها چیزی که دل ما به درد آمده از واقعیت نگذریم در گوشه افغانستان ما تا حال شاهد نبودیم که همچین هجوم از طرف ارگانهای امنیتی هوایی و زمینی به خانه قیصاری صورت بگیره که بیگناه ها کشته شد و بالاخره او گرفتار هم میشه این جوابگویش باید همون کسایی باشند که از کابل انتقال دادن به مزار ما میخواستن از او استفاده سیاسی بکنن خب درستی این سوال خواهست که بالاخره بیگ صاحب شما سوال مهم مطرح کردین لازم نیست ما که سوال مطرح میکنیم دیگه وسیله و امکان نداریم صلاحیت نداریم از این خاطر یک زوری که داریم فقط سوال مطرح کرده میتونیم لیکن شما خود به پارلمان هستین پارلمان باید سوال مطرح کنه ولسی جرگه مجموعه این سوال رو مطرح کنه بلکل قیصاری باید گرفتار شوه لیکن علی پور هم گرفتار شوه شجاعی هم گرفتار شوه کسی دیگه که مثلا در کنر یا قندار یا دیگه جای است امانندش وان باید گرفتار شوه چرا نمیشن؟ این سوال لازم نیست که بس صورت بگیره و یا ای که اگر بزد کسی عملیات صورت بگیره و بعد از یک معاملی سیاسی کار دیگه صورت بگیره یعنی نیروهای امنیتی ما قربانی معامله سیاسی میشن لازم نیست این بحث پارلمان بکنه بسیار گپ خوبی است پارلمان یک میفهم که یک قوه افغانستان است از یک قوه یک قوهش ماستیم که دیروز بحث جدی بود سر امی قضیه در خود پارلمان و یک آیت هم تعیین شده انشاءالله تعالی او را بررسی خواد کردیم و کسایی که در اینجا مقصر هستن او را باید در پنجه قانون بسپاریم اگر نظام قیصاری مرتکب جنایت شده مرتکب غصب زمین شده کدامی را قتل کرده باید او را دستگیر شوه ما طرف داره امیه گفت هستم بله قصه میجاست ما این را گفتر استم ما باعث نمایده مردم افغانستان امیه را گفتر استم که وقتی که نظام دین قیصاری برای گپای سیاسی سرش اوجم برده شده و بمبارد شده و از زمینم تیرباران شده و خودش هم آخر پرار کرد نتانستن این را دسکیر بکنه نتانایی بلکه همو کسایی که 8 تا 9 تا جوان ما را کشتن جوان های افغانستان است اونا مربوط به ملت افغانستان داره در جغرافی افغانستان زیست میکنه او را که کشتن باید جواب بشه همو کسا بتن که باید سر خانه نظام الدین قیصاری رفته بود باید اونا جواب بشه بتن چرا رفته بود کدام اسنادی موجود است ما گفتنی هستم برای شما باید نماینده مردم افغانستان گفتن هستم که اگر گفتن نظام الدین قیصاری کدام جرمی را مرتکب شده بود جناب استاد که گفتن پیشتر که باید محکمه باید جلبش میکرد اینجا سیستم است قانون است باید میاد یک بار دو بار سه بار میگفت اگر نمی آمد باز از قوه قریه هم بازم چیز نمی کرد یک چیز داریم با وجه پلیس است پلیس است که میره این می آورد به میز محکمه لیکن جوری پلیس رش میکشن بله پلیس اگه برز قانون از همه کنه بالاتر است سر قانون هیچ کس زورآور نیستن قانون از همه کنه بالاتر است این نظام دین قیصاری آدم قدر ما براتون گفتم میتونیم این قدر آدم جانی هم نبود که اینا تفسیر میکنن سرشان ما طرفداری از نظام قیصاری نمیکنیم این باورم داشته باشین مگم ما پیشتر گفتیم که سر کسای بس میکنیم که ایسه کنین در افغانستان وطن ما را خراب کردن لیکن تنا قیصاری شده بله یک تعدادی دیگه هستن که در افغانستان وطن ما را خراب کردن سعی کنیم ببینین ما بس یک چیز دیگر را میکنیم که من باعث اولادم افغانستان بسیار رنگ میبرم که تقریبا بالاتر از 2 میلیون جوان ما امروز به مواد مخدر دچار شدن هیچ کسی نیست که اینجا داد از زیره پرسان بکنن اینجا مافیا روان است که خود کابل مافیای تریاک است مافیای ایرویون است مافیای تورور است مافیای انتاری است چرا سر از اینا بس نمی کنیم چرا جناب رئیس جمهور سر از اینا اقدام صورت نمی گیره از این هر کی تصمیم گرفته میشه از وزارت ها هر تصمیم گرفته میشه چرا اینا رو بالاش نمیرین نظام قیصاری قومندان کوچک بود به این حد زر نبود این قوه که تو برده بودی زمینی هوایی باید سر کجا میبردین ما برتان میگم
سر راه مزار شبرغان میبردی که باید راه رواست میکردی برای روی ترافیک مردم افغانستان. اونجا هر کسی که میره به دل بسار ترسیده میرن که کسی ما را تا نکنن. میرفتی در ولسوالی کشیندی و شولگرده، اینجا میرفتی که اونجا دشمنای ما در دروازه های مزار رسیدن. امروز هم یک بم در چارهای صدقیار انفجار کرد، چندین از هموطنهای ما در مزار شریف شهید و زخمی شدن. یه را بررسی بکو. ای من یه را گفته نیستم که با کشتر نظام دین قیصری وطن آباد نمیشه، بلکه همون سیاسی کارای سیاسی یونت با هم پیمانای یک کمه که دلخوشی برشان میشه که نظام قیصری کشته شد. یعنی این کار بخاطر از این صورت میگیره که هم پیمانای رئیس جمهور برش دلخوشی پیدا شده. اساکر ما قربانی از این میشه، ده نفری که با قیصری بود قربانی از این میشه و تمام مصارفی میلیون ها مصارف که مصرف شده، این عملیات خو مصرف هم داره، این میلیون ها مصارفی که شده فقط به خاطر از این که یک کسی که میخوایم خوش بسازیم او را خوش بسازیم. طبعا همینطور یک چیزی بوده، در غیر از آن نظام قیصری یک قلوردو نبود. گفت پیشتر شما فرقه نداشتن، یک 20 یا 30 نفری که داشت و این همین قدر قوا ضرور بود در گرد خانه عزیز شما باور بکنین که ما از مزار اولی که داریم از اون دوستایی که خبر گرفتیم تقریبا 12 اولی از بین رفته. 12 اولی از بین رفته. اینا کی توانش میپردازه؟ کسایی که مردن اینا توانش کی میپردازن؟ اونا هم خاص خود اولاد دارن، اولاد دارن، زندگی دارن. اولی رفت. ممکن است یعنی پرداخته شوه. یعنی کسایی که کشته شده توان از اینا کی میپردازن؟ من میگم توان از اینا کی میتن؟ فرزند دارن، خانه دارن، مادر دارن. همینا توانش کی میتن؟ سکن یک آمریکایی، جوان آمریکایی اینجا با اثر انتحاری کشته شد. حتی پروسه صلح ما را متوقف کردن. یک جوان اینقدر بالاتر از یک مملکت دانستن. حتی امروز که خود ما با دست ما رفته که جوانای ما را میکشیم، محاکمه خیلی خود رئیس جمهور شوه، محاکمه وزیر داخله شوه، محاکمه مو کسایی که مشوره به جناب رئیس صاحب جمهور داده اونم را باید محاکمه شوه. دیر شما بس کردین، لیکن امیر مثلا را واقعا بس شد که رئیس جمهور باید جواب وزیر بده. بله، چون تصمیم خود واضح است که زمانی که با وزیر داخله هدایت داده میشه که کی هدایت میده؟ صد قماندانی علا. بله، این بس شد یا نه که باید رئیس جمهور جواب بده؟ ما این را گفتن نیستیم که اگر آیت تعیین شده این را بررسی میکنن، این را بررسی از شورای ملی میکنن که این را جوابش کی دادن؟ چی اسناد موجود بوده که در اونجا که بالای نظام دین قیصری میرن اونجا سعی کنه مادر ازی بوده، طفل ازی بوده؟ ما دوای از چند روز است که ما چی را داریم؟ دوای قانون اطپال داریم. این قانون اطپال چرا پاس کنیم خیلی؟ پس که اطپال زیر بمب تیارا زیر موشک های راکت میمانه، این مورد ترام نیست، باید با محکمه شد با کسایی که ادایت داده باشد. اگه در اطلاف سیاسی با حکومت نیست خب باز دیگه مورد ترام هم نیست دیگه. دقیقا نمیتونی یک گپی هست، اصلا سر ملت افغانستان تارد فکر نشده. بس یک چیز فکر میشن که تیم باید ما قیوب بسازیم به هر شکلی که میشه، باید با ما قدرت ابز بکنیم، سر گردای مردم بالا شیم تا حاکمیت بسازیم بکنیم. تیم قوی ساخته میشه یا نه؟ جناب احمدی صاحب پیامد از این واقعه را چگونه شما ارزیابی میکنین؟ یعنی مزار در شمال افغانستان این قسم یک واقعه صورت گرفته، این واقعه به حکومت و به خود دکتر صاحب اشرف غنی این موقف از این قوی خواهد ساخت یا ضعیف میسازه؟ تاثیرش چگونه شما ارزیابی میکنین؟ پیامدش همین است که مردم از حکومت فاصله میگیرن. همه مردم به این فکر هستن که این حرکتش یک حرکت قومی است. دیگه زورمندا در مسئولیت بمانند و نظام دین قیصری سرکوب بشه. آخه یک کس دیگه خوب از خوشم میشه دیگه. امروز ببینید طرحهای جنرال دوستم در ارتباط امنیت کشور همیشه موثر بوده و هر جا که خودش رفته هم موثریت در اونجا در قبال داشتن. اما با تاسف امروز ما و شما میبینیم که جنرال دوستم به حاشیه بردن. ما اون سایب اول صلاحیت شرطش گرفتن، محروم کردن و امروز به نام این آن میخوان چی کنن؟ محکوم هم بکنن و هم محکوم هم میکنن. این ذهنیت مردم خراب میکنه، این مفکوره مردم از دیگه ملت جدا میکنه. اینا نکنن. جناب اشرف غنی باید یک ملیت سازی را در اینجا به وجود بیارن. اگر ما و شما جناب بیک صاحب وکیل صاحب قبلا یادآوری کردن وقتی که جنرال رازق کشته شد در تمام صفحات مجازی فیسبوک ترتبارم برن در پروفایلش عکس قهرمان ما زده است. بله. برای چی؟ همو
احساس چی داریم؟ هم وطن ماست. این سیاست ها این احساس ها ضعیف می سازن. همان چیز امروز افغانستان به بحران بردن. امروز بی‌عدالتی که کمیسیون انتخابات صورت میگیره، شفافیت نیست. امروز همان یه به یأس ناامیدی زندگی میکنن. ببینین سرمایه‌داران روز به روز از افغانستان بیرون میشن، هیچ حاضر نیستن که در افغانستان سرمایه گذاری بکنن. امروز پروژه های وقتی که منطقه تان ناامن باشه، در اونجا هیچ کس حاضر نیست که پروژه بیاره. پس این همی گپا باعث میشه مردم افغانستان از حکومت فاصله بگیره، به جایی که به حکومت همکار باشه. یعنی این کار است که برای خود غنی هم فایده نداره، برای افغانستان خود ضرر داره، برای خود اشرف غنی هم فایده نداره. لیکن دغه ضرر افغانستان ته څو نه دی قانع صاحب؟ تاسو وګورئ زمونږ امنیتي ځواکونه د یوې سیاسي معاملې قرباني کیږي، یو سیاسي معاملې په اساس باندې د چا د نیولو امر کیږي، د چا د پرېخوستلو امر کیږي، په هغې کې عملیات کیږي. او احیانا دا که سبا ته معلومه شي چې د یو معاملې په نتیجه کې بیرته قیصاري خوشي شوی دی، نو دا خو زموږ امنیتي ځواکونو حیثیت ته یو غټ صدمه نه ده، او خپله د حکومت حیثیت ته غټه صدمه نه ده؟ څه کوي دا حکومت؟ څه کوي؟ دا یې څه روان کړي دي؟ جناب ځواک صاحب، هغه څه چې موږ تقریبا په تېرو اتلس کلونو لاسته راوړلې بولو یا دستاوردونه بولو، په تېرو اتلس کلونو کې موږ څه لاسته راوړي، واقعا دا ټولنه موږ د طالب له یو سیاست څخه ډېر سخت نالان و، چې هغه دا وه چې قومي تفرقاتو ته دغه ورکوي، قومي درزونه یې پیاوړي کړو. طالب له دغه ځایه منډې که په مزار باندې حمله وکوه، او د هغې تر شا پورې شاید د پاکستان لاس و. دا موږ نه وه خوښه چې د بامیانو بوټ ونړېږي، په مزار کې قتل عام رامنځته شي، یا افغان د افغان په مقابل کې ودرېږي، مزارۍ د کنداري په مقابل کې ودرېږي، بامیانۍ د لوګري په مقابل کې ودرېږي. دغه څه وشي په تېرو تقریبا دیارلسو کلو کې موږ هڅه وکوله، لویه جرګه راغله، انتخابات وشول، یو اندازې پورې افغانستان هر افغان ځان په افغانستان کې لیدلو. دوه ځلې انتخابات وشول، دوه ځلې غیر قومي وشول، ازبک هم دغه کاندید ته رایه ورکړه، هغه یې کامیاب کړ، هزاره هم ورکړه، تاجک هم ورکړه، نور هم ورکړه، اپوزیسیون ته هم ورکړه، یعنې دا رایه قومي نه شوله. دوه ځلې ښه انتخابات ترسره شو، درېیم ځل باندې دغه رایه قصدن قومي شوله، شعارونه ورکړل شو. ما په یاد دي په 2014 کال کې د جمهور رئیس اشرف غني بچۍ د پښتنو له لاسه ووځي، بلکل خدای دې دا نن د پښتنو له لاسه وباسي. ما لپاره هغه ازبک تر ټولو مهم ده چې هغه افغانستان سره راغونډ کړي، افغانستان په یو مرکز باندې دغه کړي. زما لپاره هغه هزاره مهم ده چې دا کارونه څه د پارلمان دي قانع صاحب؟ زه د دې لپاره قومي تفرقه اچول قومونه دا خبره ده، فقط د خاطر چې اشرف غنی په فقط انفرادي د دنه بل کوم لویه لوبه روانه ده. زه دا درته وایم، لوبه خو حتمن لویه لوبه ده، ځکه اشرف غنی په دې کمزوري وجود دا شیان نسي کولی. اما هم اشرف غنی په ملي پیوند باور نه لري، په افغانستان باور نه لري، د افغانستان په ملت باور نه لري. هغه وایي ځکه د یو لسو ورځو لپاره هم پاتې سم، دا که دا د افغانستان ملت یې د تفرقې په اساس د ملي تصادم په اساس باندې قیمت ورکوي، ور دې کړي. زما هغه نه دی، زه تاریخ څه کوم؟ زه د ارک کې پاتې شم. اما د دې په سر باندې یو ډېره لویه دغه ده، سیمه ییزه دغه ده، که نه سیمه ییزه نیابتي دغه ده، جبهه ده، جګړه ده، هغه له دغه مسایلو څخه استفاده کوي. دا اوس د دغه باندې دا د نظام الدین قیصاري له مسلې څخه تاسو وګورئ، یعنې دا د امسایګانو مطبوعات وګورئ، بی بی سي وګورئ، امریکا غږ وګورئ، د ایران مطبوعات وګورئ، د پاکستان مطبوعات وګورئ، حتی د روسیې مطبوعات، ټول دې ته په دغه 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 حادثه کې خپلو منافعو ته لمن وي. دا پیښه کې یوازې دغه رقم نورې دنیا ته ځي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په یو محلي قومندان باندې د ښار په منځ کې قیصاري او غره کې نه و کوي، مونږ به ویلې ویل زه خیر. دا بالکل دا قیصاري، دا قیصاري ده، بالکل ده، په دې باندې عملیات کیږي. دا 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 د تدبیر او حکمت کار نه ده. قیصاري قاتل ده، قیصاري زورواکی ده، قیصاري جاسوس ده، قیصاري بیگانه، دا هر څه ده، او چار عیب شرعي ده قیصاري. اما د حکمت خبره دا ده چې هلیکوپتر دولتي هلیکوپتر وکړه، دا هلیکوپتر خو د سرحدونو د ساتلو لپاره ده. دا هم ټانک د دې لپاره ما اخیستی دی، زه په ایرتان باندې
سرحد په وساتم یا په تورخم باندې سرحد په یا په ډول باندې سرحد په وساتم د احمد داخلي بغاوتونو د ځپل لپاره نه راوصله داخلي صحیح داخلي او زوربا کې د بغاوت کړی ده اما د بغاوت داخلي پاتونه چي دي پاتونه چي بغاوت د بغاوت په داخلي سطح باندې څنګه کنټرول کړم دا په دې قوانینو کې موجود دي ما او تاسو په ورفانانه کې موجود ده په جرګه کې موجود ده ورځم یو لاس لپاره وزبک سپینګي دی ولا لپاره ترکمن سپینګي دی درې لپاره دولزي او امزي سپینګي دی په بلخ کې یو څو لپاره ازاره سپینګي دی رقم لمن په لمن کې قران او ټکو سي د قیصری ته وایست د وطن سره یو او تقابل نکړ دا قیصری کار څنګه ځل مسو د سپینګي په مخ ولاکو هلې هغه وزبک دی د خاور په انا نه پیری د دې خاورې په رسم او رواج پیدا دي د دې خاورې په ارزښتونو پیدا دي د دې خاورې سپینګرو په حیثیت پیدا دي ورته وایي چې کله به شاید ما کته تاندپ ته مره زره مې کولین چې مې کولین ما کته تاندپ ته مې څه پیدا راپټم ام دغه سیز ولر د خلک ګمشته په دې دا کول نه وړي یعنی دغه سیاستونه فقط په دې خاطر دي چې تفرقه سيټ کې بالکل د دروغجن شعار چې موږ زور واکې د منځ وړو دا زور واکې ته د غور کوي لا تقوی اباد ور کوي وسیع اباد ور کوي لنجب کې یې په چې دې ته راځي ته مننه کومه ده تشکر اوسمه سلامات بشه ګران لیدونکو تاسو نه هم باندې تر اوسه پورې مونږ سره وای راتلونکي باس پورې په خدای سپارم الله مو مالکه